خب سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. داستان اینجوریه که دو سال پیش وسط لایو استریمی که اکسریاتون هم بودید به من زنگ زدن و گفتن که مامانت کرونا گرفته و من سریع قطع کردم، پاشدم رفتم و یه شش هفت ماهی نبودم. و خب وقتی من رفتم خونه دیدم که جلو درمون آمبولانسه و مامانم رو دارن میبرن و طولانی نمی کنم داستان رو، بحث احساسی نداریم. من مامانم رو بستری کردیم، ریه‌هاش هلوش 90-95% بود درگیریش و 40 روز تو ICU بود. خب من این رو نگفته بودم تا حالا چون نیازی هم نبود که بگم. خب داستان توی این مدت اینجوری بود که من مامانم حالش هر روز بدتر می شد و دکتر به من می گفت. من بیرون گریه می کردم، صورتم رو می شستم، می رفتم تو و به مامانم می گفتم که حالت داره بهتر می شه و دیگه. و خب داستان به یه جایی رسید که دکتر یک روز به من گفت که در واقع خب گفت که به گفت که خواهرت و بابات و اینا رو بهشون بگو بیان، ممکنه که دیگه نتونید ببینید مامانتو. که خب من خودم رو جمع و جور کردم، میخوام در مورد یک معجزه بهتون بگم که به انرژی مثبت ایمان بیارید و دلیل رکورد این ویدیو من بدونید. من زنگ زدم و به همه گفتم که حالش خیلی خوبه. خواهرم و بابا محمد رو صدا کردم، گفتم حالش خیلی خوبه، قرار بریم تو و ببینیمش. همه با دست گل و اینجور داستانا همگی رفتیم تو و یه همچین عکسی هم داریم، میخوام نشونتون بدم. اینجا در واقع مامان من بدترین حالت ممکنه و من فقط میدونم این داستانو. خیلی روزای سختی رو رد کردم. خب خلاصه ما رفتیم تو و به مامانم هم تا آخرین، یعنی مامانم الان هم نمیدونه چه اوضاعی داشت و خیلی خوب پیش رفت و به صورت معجزه آسایی اتفاق نیفتاد و از فرداش برای اولین بار دکتر به من گفت که مامانت رو به بهبوده و داره خوب میشه. به هر حال من مامانم خوب شد، اومد بیرون، یک معجزه بود. خود دکتر رو گفت که یک معجزه بود و چون به مدت 40 روز فقط خوابیده بود کلن عضله هاش ضعیف شده بود و دیگه نمیتونست اصلا سر پا وایسه، یعنی نمیتونست بشینه حتی کلن. خلاصه بچه سرتون رو درد نیارم، دوست ندارم همچین ویدیو رکورد کنم کلن، ولی اینجوری شد که من مامانم دیگه به سختی داشت راه میرفت و این داستان. و ما سعی کردیم با یک سری درمان ها با یک سری روش ها درمان کنیم این داستان رو، ولی خب نشد. و من یک ساعت بعد از این که این ویدیو رو در واقع رکورد کردم میرم که مامانم رو بستری کنم برای اینکه یک عمل جراحی سخت داشته باشه تا دیگه از شر این داستان رها بشه. این ویدیو به صورت اوتوماتیک تایمی پابلیک میشه که دقیقا مامانم داره عمل میشه و من بیرون نشستم و منتظرم و خودم این کار رو کردم. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که خب ما خیلی با هم دیگه خندیدیم و من هیچ موقع ویدیویی که شما رو ناراحت کنه نمیذارم. این ویدیو رو مثلا نمیخوام اینجوری برداشت کنید که برای ناراحت کردن شما بود یا هر داستان دیگه، فقط برای این گذاشتم که با هم دیگه تعدادمون خیلی زیاده، با هم دیگه انرژی مثبت داشته باشیم و دعا کنیم و انرژی مثبت بفرستیم. تمام شده رفت، چون این عمل جراحی 50% احتمال موفقیت داره. در غیر این صورت چی میشه؟ خب یه خورده سخت‌تر میشه قضیه و یک عمل جراحی دیگه در آینده تو میفته، ولی من مطمئنم که با انرژی مثبت ما با همین عمل جراحی همه چیز درست میشه و تموم میشه. منم در عوض بهتون قول میدم بعد از اینکه این داستان به خوشی تموم شد براتون لایو استریم دوناتو میذارم همونطور که خیلی دوست دارید. اصلا برام مهم نیست چند روز باشه، 2 ماه 3 ماه براتون میام لایو استریم میکنم و هر روز بهتون انرژی مثبت میدم، عشق میدم بهتون. ولی همین الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید من اون بیرون منتظرم تا ببینم نتیجه چی میشه. پس خیلی لطف بزرگی میکنید اگه کامنت بذارید
اصلا نمیخواد کامنت بذارید بچه مثبت باشید. آقا حل میشه میره ویدیو یوتیوبمون هم سر جاشه، اتفاق بعدی هم نمیافت ایشالله. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید، قدر مامان باباتون رو بدونید. امیدوارم که هیچ کدومتون این تجربه‌ای که من توی یک سال داشتم رو تجربه نکنید. دوستتون دارم، خدا حافظ.